در قلم روی عشق شناخت و ادراک بسیار مهم است. درک من کمک من خواهد کرد که من نسبت به کلمه عشق و محبت فعل من عمل کنه در مسیر مهربانی، در مسیر رحمت، در مسیر بخشش و من رو تشویق میکنه تا بتونم تقویت بشم و آنچرا که من را آگاه کرده با یک ادراک درست نیز در این مسیر بتونم عمل کنم به آنچه که اعلام کردم به عنوان یک عشق به عنوان یک دوست به عنوان یک همکار که دوستش دارم و این آگاهی نسبت به عشق در مسیر هدفی که دارم مرا یاری میکنه که کاملا به اون مقصد برسم عشق ما آگاهی ما اما در مسیر رسیدن به اون احتیاج به یک سری اطلاعات دیز من دارم که کمک من میکنه که درک من بره بالا دقیقا مثل این هستش که من میخوام به سفری برم مقصدی رو دارم میرم احتیاج به ماشین دارم حتما من باید رانندگی رو بلد باشم لایسنس داشته باشم اما آدرس اون مقصد و نیز باید داشته باشم پس هر دوش لازم هست فقط من دوست دارم کار نمیکنه فقط من عاشق هستم کار نمیکنه بلکه می باید هم دانش و هم درایت من عمل کنه که حائز اهمیت هستش برای شخصیت من و بتونه من رو به مقصد برسونه به نوع دیگه ای ادراک مانند کلیدیه هست که کاملا میتونه یک دری رو باز کنه میدونیم که وقتی میگم بریم یک کلید بسازیم مسلما کلیدهایی رو به ما نشون میدن کدوم کلید رو میخواد در اینا خام هستن هنوز اون دنده ها تراشیده نشده و زمانی اون کلید به درد من میخوره که اون دنده ها توش تراشیده میشه حتما هممون تجربه کردیم رفتیم کلیدی رو ساختیم وقتی که اومدیم به در خونه زدیم باز نشده اون کلیدساز گویا یه قسمتی یه اشتباهی کرد یا یه تراش اضافه زده یا فراموش کرده یه تراشی که لازم بوده رو بزنه ادراک نسبت به مخاطبین ما همین گونه هست که ما کاملا درک کنیم اون افراد رو و زمانی درک میکنیم که کاملا اونها رو بشناسیم و چون اونها رو میشناسیم مانند یه کلید نیز عمل خواهد کرد توی رابطه ما تا مبادا ما زمانی که با مخاطب خودمون روبرو میشیم اتفاقی میفته سخنی میشنویم یک باره عصبی بشیم سخن تندی بگیم یا بی‌تفاوت بشیم یا اصلاً به ذوق بیایم بیهوده و دست به یک عملی بزنیم که بازم بیخودی بوده یعنی یک امید واهی در ما ایجاد میشه و باز ما میبینیم که اون عشق اون دوستی اون همکاری اون رفاقت متاسفانه قربانی این خواهد شد که من درک درستی نسبت به رابطه خودم ندارم شما این رو میتونید توی مسیر رابطه خودت با همسرت رابطه خودت با دوستانت رابطه خودت حتی با افرادی که غریبه هستند